فصل دهم. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از آب روحانی می‌نوشیدند، زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنانکه کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنانکه بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می‌کنیم. بنابراین هر کس که گمان می‌کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه‌هایی که شما با آن روبرو می‌شوید، وسوسه‌هایی است که برای تمام مردم پیش می‌آید. اما خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه‌ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشنفکران است. درباره آنچه می‌گویم خودتان قضاوت کنید. آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می‌گوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می‌خوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همانطور که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به بت تقدیم می شود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطین بنشینید. آیا می‌خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی‌تر هستیم؟ می‌گویید در انجام هر کاری آزادیم. درست است. اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همونطور که می‌گویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد. برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید. زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید
و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می‌خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می‌کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کار را بکنید که من می‌کنم. من سعی می کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.